الان نوبت سخنرانی دو خواهر کنشگر حقوق بشر هست که نامی آشنا هستند، مقیم فرانسه، خانم دکتر لادن برومند و خانم دکتر رویا برومند. نخست خانم دکتر لادن برومند برای شما سخن میگند. ایشون جامعه شناس و تاریخدان، یکی از مؤسسین و مشاور ارشد بنیاد عبدالرحمن برومند هستند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران. ایشان همچنین دو دوره پژوهشگر فورام بین المللی برای مطالعات دموکراتیک در واشنگتن بودند و هم اکنون عضو کمیته فرمان حرکت جهانی برای دموکراسی هستند. فلسفه حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران، انقلاب اسلامی ایران، انقلاب کبیر فرانسه، سه موضوع اساسی پژوهش‌های خانم دکتر برومند است. لادن برومند یک کتاب و چندین مقاله به زبان فرانسه و انگلیسی در مورد انقلاب فرانسه منتشر کرده است و مقالات ایشان در مورد انقلاب اسلامی ایران در فرانسه و همینطور در ایالات متحده منتشر شده. اولین گزارش نقض حقوق بشر در ایران تحت عنوان ایران در دفاع از حقوق بشر به ابتکار دکتر لادن برومند در تابستان سال 1361 در پاریس به زبان فرانسه منتشر شد. ایشان در آن دوران عضو سازمان جوانان نهضت مقاومت ملی ایران بودند به رهبری زنده‌یاد شاپور بختیار. خانم دکتر برومند پیش از انقلاب در دوران نوجوانی به حقوق جهان شمول انسانی معتقد شدند و انقلاب اسلامی ایمان ایشان را به این حقوق راسخ‌تر کرده است. خانم ها آقایان، خانم دکتر لادن برومند. با سلام و تشکر از فرصتی که به ما دادید که با هموطنان عزیز در کالیفرنیا در مورد مسائل حقوق بشر صحبت کنیم و واقعا از دعوت برگزار کنندگان این مراسم سالانه خیلی متشکرم. دروغ محض و خشونت خالص دو اهرمی است که استمرار نظام‌های توتالیتر را تضمین می‌کند. دروغ محض تصویری غیر واقعی از جامعه ارائه می‌دهد و خشونت خالص هر واقعیتی را که منکر دروغ محض نظام باشد نابود می کند و نمی گذارد شهروندان کشور و به طریق اولا جامعه جهانی واقعیت اجتماعی این نظام ها را آنطور که هست ببیند. سر تداوم نظام های توتالیتر در آمیزش موفقیت آمیز دروغ محض و خشونت خالص است. این تلفیق شیطانی است که به شکلی معجزه آسا شکست فاحش این نظام‌ها را در همه ابعاد زندگی اجتماعی مبدل به پیروزی می‌کند. با ارائه تصویر کاذب یک جامعه یک پارچه و مطیع به جهانیان چنین القا می‌کنند که ایدئولوژیشان ریشه در فرهنگ کشور دارد و مورد حمایت مردمشان است و بدین ترتیب جهانی را که میتواند با ملت مظلوم همبسته باشد از او رویگردان میکند و ملت خود را به انزوا میکشند و از این طریق سیطره خود را بر مردمشان مستحکم میکنند. نظامهای توتالیتر با جهانبینی انسان محور دشمنی آشتی ناپذیر دارند. آنها در برابر تعریف انسان به عنوان یک عنصر آزاد، خودمختار و بهره‌مند از کرامت ذاتی و حقوق طبیعی قد علم می‌کنند و مدام هرچی را نشان از آزادی و خودمختاری انسان دارد حذف می‌کنند. همانطور که در صحنه جهانی تصویر جامعه یک پارچه و مطیع را پخش می‌کنند، در درون سعی می‌کنند تصویر انسانی بی اختیار و مطیع ایدئولوژی حکومتی را به تک تک شهروندانشان القا کنند و آنها را به اطاعت بیچون و چرا وادارند. به همان اندازه که دروغ محض برای مصرف جهانی نظام توتالیتر لازم است، خشونت خالص برای مصرف داخلی واجب است، چون شهروندانشان در درون واقعیتی زندگی می‌کنند که دروغ محض آنها را نفی می کند و نمی توان آنان را همچون افکار عمومی جهانی تنها با دروغ فریفت.
خشونت اوریان شرط لازم تحمیل دروغ حکومتی به شهروندان است و به همین دلیل است که 40 سال پس از انقلاب اسباب و وسایل ترور و نهادهایی چون دادگاه‌های انقلاب هنوز پابرجاست. فعالین حقوق بشر در چنین شرایطی قدم به میدان مبارزه می‌گذارند. در نگاه اول آنها در برابر عظمت صنعت دروغ پردازی نظام و هیبت خوفناک زرادخانه و اسلحه و مهمات و سپاه و بسیج آن بس ناتوان و بیقدرت به نظر می رسند. اما با تأمل بیشتر می توان دریافت که فعالان حقوق بشر دو اسلحه خطرناک برای موجودیت رژیم در اختیار دارند. یکی حقیقت است و دیگری ایمانشان به حقوق و کرامت انسانی. این دو سلاح برای نظام توتالیتر مهلک است، چون هر دو زوال ناپذیرند. حقیقت چون حقیقت است تکذیب نمی شود، در حالی که موجودیت دروغ با نشر حقیقت در خطر می افتد. دیگر اینکه تعریف انسان در جهان بینی فعالان حقوق بشر مبتنی بر طبیعت انسان است و طبعاً برای متقاعد کردن افراد به خشونت نیاز ندارد و به راحتی شهروندان را به خود جذب می کند. بازیستن در حقیقت، مستند کردن و انتشار آن در سطح جهانی، فعالان حقوق بشر تصویر ملتی را در اذهان عمومی جهانیان منعکس می کنند که خود تحت ستم است، به ارزش‌های جهان شمول انسانی احترام می گذارد و خواستار پیشبرد آن در کشور و خواهان روابط دوستانه و صلح‌آمیز با دیگر ملل جهان است. با در هم شکستن انحصار حکومت در بیان واقعیات، فعالان حقوق بشر ضربه مهلکی به مشروعیت نظام در سطح جهانی وارد می کنند و از شدت انزوای مردم ایران می کاهند و بدین ترتیب زمینه ساز ایجاد پیوندی نوین بین ملت خود و جامعه جهانی می شوند. این ادعا مبتنی بر یک استدلال انتزاعی نیست، بلکه نتیجه مشاهدات سالها فعالیت‌های بنیاد عبدالرحمن برومند و دیگر سازمان‌های حقوق بشری ایرانی در خارج از کشور است. حضور فعالان حقوق بشر در نهادهای بین‌الملل و به رسمیت شناخته شدن صدای آنها چالشی غیر قابل توافق برای استبداد است و خود شاهدی است بر پیروزی آنها در هم شکستن انحصار روایت دولتی. افزایش تعداد، رشد و تشدید فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری ایران در 20 سال اخیر در خارج از کشور به رغم قلع و قمع آنها در داخل کشور نمودار این است که آنها موفق شده‌اند دیوار انزوایی را که حکومت ایران حول ملت ایران کشیده است در هم بشکنند و به صورت خودمختار پیوندهای خود را با جامعه بین الملل و به ویژه جامعه مدنی جهانی مرمت و بازسازی کنند. چون بدون حمایت جامعه مدنی جهانی شرایط گسترش فعالیت‌های حقوق بشری برون مرزی فراهم نمی‌شد. بگذارید از تجربه بنیاد عبدالرحمن برومند بگویم که بدون حمایت‌های مالی، تکنولوژیک و معنوی نهادهای بین‌المللی خصوصی نمی‌توانست دامنه فعالیتش را چنین گسترش دهد. اندکی در معنی عمیق این حمایت‌ها که هدف همه افتراها و اتهامات نظام نیز هست تأمل کنیم. این حمایت‌ها نشانه ادغام سازمان‌های حقوق بشری ایرانی در یک شبکه همبستگی جهانی مبتنی بر اعتقاد مشترک به حقوق جهان شمول بشری است. این شبکه همبستگی جهانی خود پدیده‌ای است نوین در روابط بین‌الملل که انحصار دولت‌ها را در تعیین شکل این روابط شکسته است و بازیگران و نقش‌آفرینان غیر دولتی را به عنوان مخاطب مشروع به ساختار روابط بین الملل تحمیل کرده است. در واقع ما در شرایط تاریخی قدم به میدان گذاشتیم که مخاطبین خارجی ما خارجی از اهمیت نقش ما و مبارزه‌ای که برای حقوق جهان شمول بشری می‌کنیم آگاهند. آنها می‌دانند که دفاع از حقوق بشر در ایران یا در تونس
در نهایت تثبیت حقوق بشر در پاریس یا در استکهلم است. آنها می‌دانند که بقای حقوق انسانی خودشان وابسته به تعمیم این حقوق به همه اعضای خانواده بشری است. این آگاهی یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت سازمان‌های حقوق بشری ایران بوده است. این موفقیت اما در برابر ابعاد خشونت دولتی و نقض روزمره و گسترده حقوق بشر در ایران بس ناچیز است. اگر ما بخواهیم به هدفمان که اعمال حقوق بشر در ایران است دست بیابیم، باید شبکه همبستگی حقوق بشری مشابهی در میان مخاطبین اصلیمان، یعنی ایرانیان خارج و داخل کشور ایجاد کنیم. در این مهم با موانع جدی روبرو هستیم. تلفیق دروغ محض و خشونت خالص و تحمیل فضای رعب و وحشت در 40 سال اخیر به گسست همه پیوندهای اجتماعی، تلاشی بافتهای اخلاقی جامعه، انزوای شهروندان از یکدیگر، سوءظن و دشمنی بین آنها و در نهایت به انفعال بسیاری از شهروندان انجامیده. انفعالی که خود موجب قوام استبداد می شود و شرط لازم تداوم آن است. از نظر فرهنگی نیز مخاطبین ایرانی ما آشنایی مخاطبین غربی ما را با فلسفه و فرهنگ حقوق بشر ندارند. به همین دلیل ما نتوانستیم، به رغم اینکه ایرانیان یکی از موفق‌ترین و مرفه‌ترین جوامع مهاجر در اروپا و آمریکا را شکل داده‌اند، شبکه همبستگی حقوق بشری ایرانی مشابه با شبکه بین المللی حامی خود ایجاد کنیم. در رابطه با هموطنانمان وظیفه فعالان حقوق بشر بس سنگین تر از مستند کردن و نشر حقایق و شکستن انحصار روایت دولتی است. کار آنها ایجاد گفت و شنودی ممتد با هموطنانشان است که بستر انتقال ارزش‌ها و آرمان‌های حقوق بشری شود. این گفت و شنود از طریق ارائه خدمات حقوق بشری بدون هیچ تبعیض و چشم داشت، همراه با تواضع و رعایت اصول اخلاقی و شفافیت در روش کار ممکن است. شاید از این طریق بتوان پیوندهای اخلاقی و اجتماعی را که نظام دروغ و خشونت به عمد برای منزوی کردن شهروندان متلاشی کرده است، ترمیم و بازسازی کرد. شاید بتوان با پشتکار حرکتی مبتنی بر ایمان و اطمینان در میان هموطنان خارج از کشور ایجاد کرد و با پشتیبانی آنها و به کمک فضای مجازی، فاصله جغرافیایی و دیواری را که نظام بین شهروندان کشیده است، در هم کوبید. موفقیت ما در سطح بین الملل ثابت می کند که این کار غیر ممکن نیست. هر سازمان حقوق بشری می تواند در راستای موضوع کارش بستری را برای گفت و شنود با ستم دیدگان ارائه و ارائه خدمات حقوق بشری مهیا کند. امید یادبودی در دفاع از حقوق بشر طرحی بود که بنیاد ما بدین منظور ایجاد کرد. هدف نهایی یادبود امید مستند کردن هر یک از موارد اعدام قضایی یا فراقضایی است که مسئولیت آن به عهده جمهوری اسلامی ایران است. صفحه‌ای در امید به 2 زبان فارسی و انگلیسی تنظیم می شود. صفحه یادبودی که سرگذشت هر یک از قربانیان را در بر دارد و در آن حکایت ظلمی که بر او رفته است بازگو می شود. قصد امید تنها ضبط آمار جنایات جمهوری اسلامی نیست. منظور آن ایجاد پلتفرمی برای حقیقت‌گویی، جبران ظلم و آموزش حقوق بشر، ایجاد مخزن اسناد خشونت دولتی برای آینده کشور و در خدمت عدالت انتقالی و در نهایت برای ایجاد دموکراسی در ایران است. امید به شهری خاموش مبدل شده است که در آن قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافتند. اینجا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت‌های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد، اما پیوندشان را در امید، انسانیت و حقوق طبیعیشان قوام می‌بخشد.
امروز در امید سرگذشت بیش از 24 هزار قربانی به امانت سپرده شده است. این قربانیان از ایران، آرژانتین، لبنان، ایالات متحده، فرانسه، ژاپن، افغانستان آمدند. آنها مسیحی، یهودی، مسلمان شیعه و سنی، منکر خدا، بهایی، صوفی، فارس، بلوچ، عرب، کرد، ترکند. آنها زن و مرد، کوچک و بزرگ، غنی و فقیرند. اگر گذرتان به این شهر مجازی افتاد، خواهید دید که با درد مشترکشان شهروندان امید ایرانی دیگر ساختند. ایرانی خیالی با نظامی مردم سالار، کثرت‌گرا و متنوع که در آن حقوق و کرامت زادی بشر نه تنها پایمال نمی شود، بلکه احیا می شود. سرگذشت های امید همچون تکه های یک پازلند که وقتی کنار هم گذاشته می شوند، تنین روایتی دیگر را به گوش می رسانند. روایتی که انحصار روایت دولتی از تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی را می شکند. جمع‌آوری این تکه روایت ها کاری سخت و طولانی، اما به شدت لازم اگر بخواهیم بفهمیم که کجا و چرا به خطا رفتیم و بیاموزیم که چرا باید اصلاح کرد تا شرایط زندگی در صلح و آزادی و عزت در کشورمان فراهم شود. خیلی ممنون. سر وقت. سخنران بعدی ما خانم دکتر رویا برومند، تاریخدان و مدیر اجرایی بنیاد برومند هستند. دکتر برومند تحصیلات عالی خود را نخست در رشته تاریخ در دانشگاه نانتر و سپس در دانشگاه سوربن فرانسه به پایان رساندند و رساله دکترای خود را در دانشگاه سوربن درباره مناسبات بین المللی نوشتند. دکتر رویا برومند کار خود را در زمینه بین المللی شدن جنگ هندوچین و سپس ایران پس از جنگ جهانی دوم آغاز کردند و مدت‌ها کارشناس حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر بودند و در این زمینه نیز درباره حقوق خانواده در شمال آفریقا تحقیقاتی منتشر کردند. تا کنون چندین مقاله از خانم دکتر رویا برومند درباره اوضاع سیاسی ایران و ماهیت تروریسم اسلامی منتشر شده است. مقاله های رویا برومند به طور کم و بیش منظمی در هافینگتون پست چاپ و منتشر می شود و ایشان در سال 2009 به پاس فعالیت‌هایشان یکی از برندگان جایزه لخ والنسا بودند. خانم دکتر رویا برومند. خیلی ممنون. من بهانه این که آمریکا به دنیا آمده باشم رو ندارم، ولی میتونم بگم که عینکم رو یادم میارفته و بنابراین خواهش میکنم از فارسی و توپق زدن من رو ببخشید. لادن به یادبود امید و فلسفه و اهداف این پروژه اشاره کرد. من شاید شما رو ببرم به واقعیات فعالیت روزمره ما که ببینید تأثیر کار ما چی هست. یادبود امید و اطلاعاتی که در آن گردآوری شده استفاده مهم دیگری هم دارد که با مجموع فعالیت‌های دیگر سازمان ما گره خورده. نظام‌های توتالیتر بقای خود را با دروغ و تبلیغات تضمین می‌کنند. آنها از منابع کشور، قانون، زور و خشونت برای کنترل جامعه و برای تظاهر به مشروعیت در جامعه بین‌الملل استفاده می‌کنند. در مقابل ما شهروندان نه حمایت بین‌المللی خاصی داریم و نه منابع مالی مشابه و نه علاقه داریم به استفاده از خشونت. ما آنها نیستیم. قدرت ما حقیقت است و برتری اخلاقی ما. ما نه تنها نمی‌گذاریم تلاش آنها برای محو کردن خاطره قربانیانشان از حافظه جمعی برود و یا دروغ پردازیشان در مورد آنها موفق شود، بلکه می‌توانیم با یک حرکت مردمی حقیقت‌گویی مشروعیتشان را زیر سوال ببریم. و این کاری است که بنیاد برومند با مستندسازی و ترویج فرهنگ حقوق بشر و پخش اطلاعات و فعالیت در محافل بین‌المللی در 18 سال گذشته کرده. به غیر از مستند ساختن تک تک
موارد اعدام قضایی و فراقضایی و مرگ شهروندان در اثر تیراندازی خودسرانه یا زیر شکنجه به صورت روشمند و تا جایی که ممکن است فارغ از گرایش‌های شخصی، ما با قربانیان نقض حقوق بشر مصاحبه می‌کنیم. با نشر مصاحبه‌ها به دو زبان اولین گام را در جهت التیام زخم‌هایشان و شنیدن صدایشان توسط افکار عمومی برمی‌داریم. جهانیان را و توجه جهانیان را به بیکیفری ناقضان حقوق بشر جلب می‌کنیم. ارزش‌های مبتنی بر حقوق بشر را از راه ترجمه متن‌های مختلف، گزارش‌ها و دادخواهی‌ها ترویج می‌کنیم. با پروژه‌های خاص دیجیتال، تهیه فیلم و انیمیشن و پادکست، به کمک رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توجه ایرانیان و جهانیان را جلب می‌کنیم و با مرتبط کردن موارد نقض حقوق بشر در گذشته و در حال حاضر به قوانین و سیاست‌هایی که باید تغییر کند بازتاب می‌دهیم. شاید چند مثال در کار روزانه ما تأثیر آن رو بهتر مشخص کنند. من نمیدونم شما نام سروان منیر طاهری رو به یاد دارین؟ منیر طاهری در اسفند 1357 دو روز بعد از دستگیریش در رودسر اعدام شد. اتهامات در روزنامه ها منتشر شد. عامل فاجعه سینما رکس آبادان، دوره چریکی در آمریکا، قتل 3 نفر شهدای شهرستان رودسر و نیز شکنجه زندانیان سیاسی در شهرهای مشهد و شیراز. اگر کسی به دنبال حقیقت نبود، هم او و هم نامه خانواده‌اش که بعداً منتشر شد فراموش می‌شد. در این نامه خانواده بر بیگناهی وی اصرار می‌کند و افسران و هم قطاران وی را به شهادت می‌طلبد. آنها تأکید می‌کنند که وی هیچگاه در آبادان نبوده و به خصوص در موقع بروز حادثه سینما رکس در محل درگیری در محل دیگری در مرخصی سالیانه اش بوده. این نامه همچنین دیدن دوره چریکی سروان طاهری در آمریکا تکذیب کرده و می‌گوید هیچگاه پایش را از خاک ایران بیرون ننهاده و بجز انجام وظیفه به ترتیب در شهرهای مشهد، سمنان، اهواز و رودسر و دیدن دوره 3 ساله دانشگاه افسری در تهران هیچ مکان دیگری را ندیده. در مورد عملیات وی در شکنجه زندانیان سیاسی در شهرهای مشهد و شیراز، خانواده تأکید می‌کند که وی در تمام مدت زندگیش حتی 1 ثانیه هم در شیراز نبوده و به طور کلی این شهر را ندیده. وی در تمام مدت خدمتش در مشهد در اداره راهنمایی و رانندگی انجام وظیفه کرده و همیشه در خیابان‌ها و در انظار مردم مشهد بوده. آنها از تمام زندانیان سیاسی که زندانیان سیاسی که سروان منیر طاهری را می‌شناسند و یا اینکه به وسیله وی شکنجه شدند تقاضای شهادت در پیشگاه ملت ایران کردند. البته که در دادگاه نه فرصت دفاع بود و نه شاهدی که به نفع سروان طاهری شهادت دهد، اما سرگذشت او و دادخواهی خانواده‌اش برای همیشه در یادبود امید و حافظه جمعی ما خواهد ماند. یک مثال دیگر، آیا ابراهیم مهرنهاد را می‌شناسید؟ خبر اعدام او در تابستان سال 1387 منتشر شد. مقامات جمهوری اسلامی مهرنهاد را به عضویت در یک گروه مسلح به نام جندالله که در بلوچستان با نیروهای نظامی و امنیتی درگیر می‌شد متهم کردند. در حالی که مهرنهاد یک فعال مدنی بود که مقاومت مسلحانه را تقبیح می‌کرد و فعالیتش برای پاسخگو کردن مقامات محلی طرفداران زیادی پیدا کرده بود. این حقیقت اما به آسانی به دست نیامده و روزها کار و تحقیق لازم بوده تا اطلاعاتی در مورد او و فعالیت‌هایش در استانی دور از دسترس پیدا کنیم و هفته‌ها تلاش لازم بوده تا نگذاریم تراژدی و سرنوشت خانواده‌ای که سرپرستش را بیگناه اعدام کردند و فرزند دیگرش را در 15 سالگی به خاطر وبلاگ برادرش زندانی کردند و نهایتاً باعث مرگش شدند فراموش شود. جزئیات سرگذشت فردی مانند مهرنهاد و صدها قربانی مثل او برای بهتر شناختن خشونت دولتی که بیشتر ما به نحوی با آن درگیر بودیم واجب است. این اطلاعات جلب توجه بین المللی را هم آسان تر می کند و از آن طریق می شود بر قوانین و رفتار مقامات ایران تأثیر گذاشت.
ایران میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر مهمی را تصویب کرده، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن. بنابراین مقامات جمهوری اسلامی متعهد هستند که قوانین و رفتار خود را با این قوانین مطابق کنند. در ضمن مقامات ایران در صحنه بین‌المللی از جمله در سازمان ملل فعالند و این برای فعالان حقوق بشر فرصت خوبی ایجاد می‌کند. ما و دیگر همکاران حقوق بشریمان مرتب با گزارشگران ویژه ایران، گزارشگرانی که به موارد شکنجه یا اعدام‌های خودسرانه رسیدگی می‌کنند در تماس هستیم، به آنها گزارش می‌دهیم. با کشورهای عضو سازمان ملل ملاقات داریم و آنها را مطلع می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که مسئله حقوق بشر را در سیاست‌گذاری خود در نظر بگیرند و مقامات ایران را برای اصلاح قوانین و رفتارشان تحت فشار بگذارند. یا اطلاعات جامعی به کمیته حقوق کودک که هر 10 سال وضعیت کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند بررسی می‌کند می‌دهیم. آنها از این اطلاعات برای تهیه گزارشات و ارتباط با ایران استفاده می‌کنند و مقامات ایران را برای قوانین بد و نقض حقوق بشر به پاسخگویی فرا می‌خوانند. همانطور که می‌دانید مسئله اعدام افراد برای جرائمی که زمان ارتکابشان زیر 18 سال داشتند، یعنی صغیر بودند، در قوانین بین‌المللی کاملاً و بدون استثناء منع شده. ایران یکی از 2 یا 3 کشوری است که هنوز چنین احکامی را صادر می‌کند و به اجرا می‌گذارد. این اعدام‌ها پس از انقلاب، از زمانی که سن بلوغ در ایران از 18 سال به 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران تغییر کرد، قانونی شد. سالها جامعه بین‌المللی از جمهوری اسلامی برای اعدام نوجوانان و نقض تعهدات بین‌المللیشان انتقاد کرد و خواستار تغییر قوانین شد و سالها مقامات جمهوری اسلامی این انتقادات را رد کردند و تأکید کردند که این قوانین بر اساس سنن و مذهب ایران نوشته شده و قابل تغییر نیست. من پیشنهاد می‌کنم که یک فیلم کوتاه ببینیم از پشت پرده مذاکراتی که در سازمان ملل می‌گذره که خیلی کمتر بهش توجه میشه. این بررسی ایران در کمیته حقوق کودک در سال 2014. 193 کشور عضو سازمان ملل متحد پیماننامه حقوق کودک رو امضا کردند. این پیماننامه احترام به حقوق کودکان رو تضمین می‌کنه و همچنین اطمینان حاصل می‌کنه که کشورها همواره منافع عالی کودکان رو مد نظرشون قرار دهند و کودکان زیر 18 سال تحت هیچ عنوانی اعدام نشوند. هر 10 سال یک بار کمیته از کارشناسان حقوق بشر پیروی کشورها از این پیماننامه رو بررسی می‌کنه. اعضای کمیته 18 کارشناس مستقل از نقاط مختلف جهان هستند. در جلسه سال 2015 درباره ایران، اعضای کمیته به طور خاصی عاجز شده بودند. مقامات ایرانی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را اغلب به جانبداری سیاسی و برخورد غیرمنصفانه متهم می‌کنند، اما دلایل قانع کننده ای ارائه نمی‌کنند. ویدیوی این جلسه موقعیتی کم نظیر فراهم می‌کنه برای دیدن پشت صحنه آنچه بین کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران می‌گذره. پس از معارف‌ها و تعارفات متداول، رئیس کمیته آقای مزمور از ایران خواست درباره تناقضی آشکار توضیح بده. آنچه ایران درباره اعدام کودکان ادعا می‌کنه با آنچه در عمل اتفاق می‌افته در تضاد. آقای مزمور استاد دانشگاه با تخصص حقوق کودکانه. واضح است که ما گزارش شما را خوانده ایم و در آن قید کرده اید هیچ گونه حکم اعدامی در مورد کودکان صادر نمی‌شود. سیاست قوه قضاییه بر این است که از صدور احکام سنگین برای کودکان زیر 18 سال اجتناب کند و یا پس از صدور حکم آنها را مشمول عفو کند. این چیزی است که اطلاعات شما بیان می‌کند. اما اطلاعات متناقضی در دست است مبنی بر اینکه در حال حاضر 160 مجرم کودک در زندان‌های ایران در انتظار اعدام به سر می‌برند. گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه در ماه اکتبر 2015 2 مجرم کودک به نام‌های فاطمه سالبهی و صمد ذهبی اعدام شدند. آقای محدث، نماینده ای از سوی قوه قضاییه ایران، به نگرانی‌های آقای مزمور پاسخ می‌دهد. در حال حاضر با توجه به قوانینی که داریم
مجازات پیشگیرانه‌ای وجود ندارد. اعدام برای سنینه زیر 18 سال اجرا نمی شود. خب، پس این یه موضوع کاملا واضح و روشن و مسجله، درسته؟ هیچ کودک زیر 18 سالی اعدام نمیشه. آقای کتران مجاب نشد و این حرف رو نمیپذیره. او وکیلیه که در تدوین قوانین حفاظت از کودک در کشورهایی مثل تونس، عربستان سعودی و عمان مشارکت داشته. او 10 سال پیش هنگامی که کمیته وضعیت ایران رو در سال 2005 بررسی می کرد هم در همین جلسه حضور داشته. وقتی به قانون مجازات اسلامی شما در سال 2013 نگاه می کنیم، می بینیم که برای قضات این امکان وجود دارد که مجازات اعدام را در مورد افراد زیر 18 سال تخفیف دهند. اما نگرانی کمیته این است که به نظر نمی رسد در این خصوص ممنوعیتی صریح در قانون وجود داشته باشد. و استنباط من از آنچه شما گفتید این بود که مجازات اعدام تا زمانی که کودک به سن 18 سال نرسیده اعمال نمی شود. اما اگر کودک عملی مرتکب شده باشد که به نظر شما مستوجب اعدام باشد، صبر می کنید تا کودک به سن 18 سال برسد و بعد می تواند اعدام شود. کتران به رویه ایران مبنی بر محکوم کردن کودکان زیر 18 سال به اعدام و به تعویق انداختن اجرای این حکم تا زمانی که کودک به سن 18 سال برسه اشاره داره. آقای محدث توضیح میده چرا و چگونه چنین چیزی میتونه اتفاق بیفته. اصلا این گونه نیست. به موجب سن مسئولیت کیفری در ایران و طبقه بندی قانونگذاران ما، اگر کودکی بین سنین 15 تا 18 سال مرتکب قتل شود، قصاص میشود. این حق اولیای دم است که رضایت دهند و مجرم را عفو کنند یا اینکه مجازات اعدام را اجرا و وی را قصاص کنند. بنابراین اینطور نیست که آنها را تا 18 سالگی نگه داریم و بعد از اینکه 18 ساله شدند اعدام کنیم. خیر، چنین چیزی در قانون ما وجود ندارد. قبلا آقای محدث گفته بود ایران کودکان رو به اعدام محکوم نمی کنه. اما حالا اعلام می کنه که قانون قصاص عملا اجازه میده کودکان به اعدام محکوم بشن، حتی اگر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته باشن. هنوز گیج نشدید؟ خب هنوز تموم نشده. زمانی که آقای محدث عبارت سن مسئولیت کیفری رو به کار برد رو به خاطر دارید؟ به موجب سن مسئولیت کیفری در ایران، خب این سن محاکمه کودکان برای ارتکاب جرم رو تعیین میکنه. در قانون ایران افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارن و سن بلوغ برای پسرها 15 و دخترها فقط 9 و این ماده ای از کنوانسیون حقوق کودک رو که میگه افراد زیر 18 سال نباید به حبس ابد یا اعدام محکوم بشن نقض میکنه. خانم وینتر یک قاضی بین المللیه که از حقوق زنان و کودکان حمایت میکنه. مسئول دانستن یک کودک 9 ساله که در بدترین حالت میتواند مشمول مجازاتی شود که برای یک فرد بالغ در نظر گرفته شده بخشی از مسئله است و ما خوشحال میشویم پیشنهادات شما را در خصوص این که چه تدابیری میتوان در این باب اتخاذ کرد بشنویم. آقای عباسی معاون حقوق بشر و روابط بین الملل قوه قضاییه ایرانه. پاسخشون به این سوال که چرا تا حالا این تغییرات اعمال نشده کلن اینه که اینجور چیزا وقت میبره. خب یک شب و یک روزه این کارها انجام شدنی نیست، زمان میبره و ما بایستی در یک پروسه زمانی مشخص تلاش کنیم. او نهایتاً میکروفون رو به همکار خودش میده که او هم درباره کارهایی که ایران برای تعلیم و تربیت کودکان انجام میده حرف میزنه. این قضیه هم 10 دقیقه دیگه ادامه پیدا میکنه. اینجاست که دیگه کمیته واقعاً کلافه میشه. فکر میکنم از میان اعضای کمیته من تنها کسی هستم که در سال 2005 هم اینجا حضور داشته. کتران مسائل رو اینطوری خلاصه میکنه که در مجموع هیچ چیزی بعد از 11 سال عوض نشده. کمیته همون سالهای 2005 رو مطرح کرده و همون جوابها رو هم میگیره. به علاوه، هنگامی که ایران در سال 1991 عهدنامه رو امضا کرد، حق شرطی قابل توجه و نسبتاً مبهم قائل شد. به شرح زیر.
از هیچ قانون و یا قیدی در پیمان نامه که با تفسیر ایران از قوانین اسلام در تضاد باشه پیروی نخواهد شد. این خیلی مبهمه که ایران هر وقت بخواد بتونه از هر کدوم از مفاد کنوانسیون پیروی نکنه. هنگامی که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تنفیذ کرد، هیچ حق شرطی قائل نشد. هنگامی که ایران پیمان نامه حقوق کودک را تنفیذ کرد، حق شرط قائل شد. پس من از خودم میپرسم چرا حق شرط در مورد کودکان؟ آیا آنها برای ایران مشکل آفرین‌تر، خطرناک‌تر از بزرگسالان هستند؟ فکر می‌کنم عمان هم همین اخیراً حق شرط کلی خود درباره پیمان نامه را پس گرفته. کمیته کلاً معتقد حق شرط نمی‌تونه در مورد اعدام کودکان اعمال بشه. من فکر می‌کنم به عنوان چیزی که مانع اصلاحاتی است که ما بیش از 10 سال از انتظار آن را می‌کشیم، نباید به آن استناد شود. از سال 2000 بیش از 100 نفر به اتهام جرائمی که پیش از سن 18 سالگی مرتکب شده بودند، اعدام شدند. قانونگذاران ایران میتونن از بقیه کشورهای جهان پیروی کنن و سن مسئولیت کیفری رو به 18 سال تغییر و به اعدام مجرمین کودک خاتمه بدن. در این صورت جلسه آینده تا این حد ناامید کننده نخواهد بود و نمایندگان ایران میتونن گفتگوهای مؤثر و سودمندی با کمیته ملل متحد داشته باشن و همچنین مجبور نمیشن در صدد توجیه آنچه برایند که توجیه پذیر نیست. همونطور که کمیته گفت، قانون ایران سال 2013 تغییر کرد و به قضات این امکان رو داد که افراد زیر 18 سال رو محکوم به اعدام نکنند، ولی قضات از این امکان همیشه استفاده نمی کنند و هنوز افراد زیر 18 سال محکوم به اعدام میشن و اعدام میشن. و ما اخیراً یک گزارش مفصلی در این مورد منتشر کردیم. این گزارش علاوه بر آمار و ارقام و اسناد یادبود و امید به تناقضات در قوانین ایران میپردازد و صدای فعالان حقوق بشر و متخصصانی که در داخل کشور برای لغو این قوانین فعال هستند را به جامعه جهانی میرساند. گزارش حاوی اطلاعات مهم دیگری هم هست، ولی برای یک مثال که میزنم اینه که شما میدانستید که بلوغ، سن بلوغ در سال 1926 در اولین قانون جزای ایران 18 سال بود برای دختران و پسران بدون استثنا. من نمیدونستم. این گونه انتشارات و فعالیت‌ها توضیحات بدون اساس مقامات جمهوری اسلامی را تکذیب می‌کند و در دراز مدت در داخل ایران نیز تأثیر دارد. کاهش چشمگیر اعدام‌ها نمونه‌ای از این تأثیر است. پخش اطلاعات و آمار 40 سال مبارزه خشن ایران با مواد مخدر، مخصوصاً با بالا رفتن تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از در سال‌های 2007 تا 2008، باعث شد که برخی کشورهای اروپایی نیروی انتظامی مسئول مبارزه با مواد مخدر را از حمایت مالی خود محروم کند. و این مسئله مرتباً در گزارش‌ها و ارتباطات با دولت ایران مطرح شد. به همین دلیل هم در اواخر سال 2017 قانون مبارزه با مواد مخدر تغییر کرد. قانون جدید با اینکه با تعهدات حقوق بشری ایران فاصله زیادی دارد، اما باعث کاهش فاحش تعداد اعدام‌ها شد. در سال 2018 حدود 260 نفر اعدام شدند، یعنی 1/3 تعداد اعدام‌ها در 2017 و 1/4 اعدام‌ها در سال 2015. راهی که در پیش داریم طولانی است و پر از موانع، اما اصلاح این قانون شاید بیش از 5,000 نفر را از صفحه اعدام خارج کرد و این امیدی شد برای هزاران عضو خانواده آنها که از ضعیف‌ترین و فقیرترین قشرهای جامعه هستند. خود مقامات ایران بارها گفتند که به خاطر فشارهای خارجی و به خاطر بهبود تصویر بدی که از ایران در خارج از کشور وجود دارد، رفتار خود را باید تغییر بدهند یا تغییر دادند. پژوهش حقوق بشری اگر بخواهیم کیفیت و در نتیجه تأثیر داشته باشد، کوشش، زمان، دقت و حوصله زیادی لازم دارد.
خیلی وقتها نتیجه به سرعت حاصل نمی شود و هر چقدر هم صبر داشته باشیم باز تعداد افرادی که کشته شده اند و حقوقشان نقض شده افزایش می یابد و تعداد خانواده هایی که باید با آنها تماس بگیریم زیادتر می شود. بعضی وقتها هم مبارزه را می بازیم و فردی که برای نجاتش تلاش می کنیم اعدام می کنند. تأثیر روانی منفی این فعالیت ها روی محققین بسیار جدی است. برای بیشتر ما ادامه این فعالیت ها بدون از خودگذشتگی میسر نیست. اما فشار این مشکلات و هزینه‌ای که ما میپردازیم در مقایسه با دستاوردهای این فعالیت برای جامعه و قربانیان ناچیز است. تجربه نشان داده که سکوت ما منبع قدرت ناقضان حقوق بشر است و مشوق خشونت آنها. اما این دلایل تنها منبع انرژی ما نیست. آنچه عزم ما را راسخ می کند، گریه خانمی است که در تماس اول می گوید هیچ کس در طول 40 سال از او نپرسیده سر خانوادهش چه آمده و تأثیر اعدام شوهرش برای او و فرزندانش چه بوده. یا سؤال خانم دیگری که متعجب است که چرا ما به سرگذشت عزیزش علاقمندیم چون فکر می کند او شخصیت برجسته‌ای نبوده. یا ناله فرزندی در افغانستان که پدرش و برادرش در پی لقمه نانی ایران رفتند و حتی پول این که اجسادشان را پس بگیرند ندارند. یا امید پدر و مادر فرزاد کمانگر که هزاران اعدامی دیگر که پیکر عزیزانشان را مصادره کردند و آنها را از حق تدفین و سوگواری محروم کردند. یا آن فرزند که به دلیل سکوت و ترس خانواده فکر می کند که پدرش که افسر ارتش بوده به حق کشته شده. و یا دو برادری که بعد از 30 سال به دلیل دیدن سرگذشت برادرشان در یاد بوده امید بالاخره سکوت ناشی از شوک اعدام خودسرانه او را می شکنند و خاطرات خوب دوران کودکیشان را مرور می کنند. تنها با تصدیق ظلم و همدردی جامعه درد صدها هزار قربانی تا حدی التیام می یابد. چنین کاری امکان پذیر است و ما با تعداد و امکانات کم قدم اول را برداشته ایم و هزاران نفر با دادن اطلاعات به حرکت حقیقت‌گویی امید پیوسته اند. ما به این امید به کارمان ادامه می دهیم که این تعداد به ده ها و صدها هزار نفر برسد و این حرکت متکی به عشق و همبستگی کل جامعه باشد. متشکرم. باید اینجا بگم که بنیاد عبدالرحمن برومند یکی از معتبرترین و پرتلاشترین و پرنتیجه ترین فعالیت های حقوق بشری رو در بین جامعه ایرانی داره انجام میده. دوستان موقعی که جلسه رو ترک میکنی برای شما یه بروشورهای تدارک دیدم بیرون جلسه گذاشتید. رو میز بیرون این جلسه است، میتونید بردارید با فعالیت هاشون بیشتر آشنا بشید. و اما سخنران بعدی ما من رو از چند روز پیش به این فکر انداخته که چگونه معرفیش بکنم. 55 سالی که من کار روزنامه‌نگاری دارم میکنم و دیگه این سالهای فعالیت به من این رخصت رو داده، موهامم که سفید شده، که اسم خودم رو بذارم یا مادر برای نسل بعدی. بسیاری از جوانانی که اینجا کار هنری میکنن، کار روزنامه‌نگاری میکنن، کار نوشتن میکنن، کار موسیقی میکنن، مثل بچه‌های من هستن. تعدادشون نمیدونم، تعداد دختر پسرهایی که من احساس مادری نسبت بهشون میکنم چقدر زیادن. ولی خودم رو تجسم یا تصویر خودم رو مثل یه مادر اردک میبینم که مقداری جوجه اردک دنبالشن، زیر پر و بالشون داری میگیره و تا اونجایی که میتونه خلاصه بالش رو گسترش میده. در میان این همه جوجه اردک های نازنینی که به جامعه ما پیوستن، ناگهان یه روز که همه ما بیخبر بودیم، یک دونه جوجه عقاب از آسمون پرید از لندن که اولین مصاحبه رو باش انجام داده بودم، اومد اینجا، گفت منم این زیر بال میخوام برم. گفتم شما خودت این کاره زیر بال لازم نیست بری، شما تنها مستقل پرتوان مقتدر داری کارت انجام بدی. بعد مقیم نیویورک شد. از زمانی که در ایران با مردان حکومتی کلکل میکرد و به خاطر اون بیرونش کردن از
پست خبرنگاری در مجلس تا امروز که در کنار شماست اینجا برای شما میخواد سخن بگه، مسیح علی نژاد یک لحظه آرام نگرفت. این مادر منم به جای مادر دوستت می‌کردم. مادر زنده باش. حالا من اینجا منتظر. آره منتظر. دو دقیقه وقت دارم. به من گفتش که ببین ولت نمی‌کنیم. گفتم من پیر شدم دیگه باید برم بازنشسته بشم. گفت بی خودی میگه ما ولت نمی‌کنیم. گرفتیم بهت محکم باید وایسی، خط رابطه بین نسل خودت هستی و نسل ما جوان‌ها. منم اجازه این رو گرفتم که امشب از این لحظه به بعد یک کوچولو ولشون کنم، جلسه رو بدم دست پرتوان مسیح علی نژاد برای شما سخن بگه با مهمان هنرمند دیگرمون، جوان دیگری که اونم به حس مادری دارم در نسبت بهش، رنا منصور نازنی صحبت بکنه و این دو جوان از نسل جوان، از نسل بعد از من، برنامه رو برای شما به پایان میرسونن با سخنان و هنر خودشون. مسیح علی نژاد. شما در سخنرانی دو خواهران برومند و در سخنرانی گیسو دقت کردین که چه اتفاقاتی داره در ایران میفته و حکومت چجوری شانه خالی میکنه که پاسخگوی خون و پاسخگوی خشونتی باشه که 40 سال بر ما روا داشته. وضعیت حقوق بشر تلخه. همپای سخنان خواهران برومند همه ما بغض کردیم، همه ما احساس ناتوانی کردیم، کمی احساس دلسردی و ناامیدی کردیم، کمی ناشکیبا شاید. به جای اینکه بیستیم و منتظر باشیم که حقمون رو از مسیر راهروهای مجلس و راهروهای سیاسی و راهروهای دولت پس بگیریم، یه تصمیم گرفتیم با خودمون که جلوی خشم و خشونت بیستیم و ثبتش بکنیم که کار رو برای منادیان حقوق بشر آسان‌تر بکنیم. چون در تمام این 40 سال کسانی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی در مجامع جهانی قرار گرفتن همیشه خشونت رو انکار کردن و اینجا وظیفه نسل من این بود که به جای اینکه سکوت بکنه و توسری خور باشه، اتفاقا دوربینش رو بالا ببره، هم ثبت بکنه، هم کف خیابون از طریق یک شیوه مسالمت آمیز مدنی بدون خشونت حقش رو پس بگیره. و توی این مسیر به ما گفتن که ما مردم رو علیه مردم کردیم. عده‌ای معتقدن که انتشار فیلم‌های کمپین دوربین ما، اسلحه ما، داره فرهنگ سوزی میکنه. ولی من عمیقاً باور دارم که ما داریم فرهنگ سازی میکنیم. ما از کسانی میشنویم که میگن انتشار این فیلم‌هایی که شما الان دیدین علیه آمران به معروف و یا حتی آزارگران جنسی، که خیلی متاسفم این واژه رو به کار ببرم، بر اساس 40 سال نداشتن آموزش درست و شستشوی مغزی، آلت به دست دنبال زنان تو خیابون میگردن و فکر میکنن مالک زنی هستن که سبک زندگی و نوع پوشش خودش رو خودش انتخاب کرده، ما در برابر این خشونت فقط یک دوربین بی اسلحه داریم. و اون دسته از کسانی که فکر میکنن افشای خشونت به ترویج خشونت دامن میزنه، من فکر میکنم یک نگاه و درکی سانتیمانتال از رابطه قدرت و شهروند دارن. چرا؟ چون حکومت ما 40 ساله که جامعه رو دو قطبی کرده. اینو دیگه من نباید به شمایی بگم که تجربتون خیلی بیشتر از منه. حکومت ما از 40 سال گذشته، از روزی که دیوار کشیده توی دریا، یعنی دریا همه میرن آفتاب بگیرن دیگه، درسته؟ ولی اونجا دیوار کشیده شده، پلیس گذاشتن ایش که آفتاب نگیره. بدتر از اون دیوار کشیدن که شما با خانواده نرید. و اسم این حکومت چیه؟ حکومتی که دنبال تصویب لایه حمایت از خانواده است. خانواده رو توی خانواده که تو سینماها کنار هم دیگه میشینن، هیچ اتفاقی نمیفته. همون خانواده اگه برن کنار دریا یا برن تو استادیوم چه اتفاقی میفته؟ ناخودآگاه همه تحریک میشن. و این حکومت دشمن خانواده باعث دو قطبی شدن جامعه است. جامعه رو ما دو قطبی نکردیم. افشای جامعه دو قطبی به ضرر کیه؟
به ضرر همه کسایی که در این 40 سال به ما یاد دادن که من میام تا شرایط رو بهتر بکنم. یعنی یک قطب جامعه بازوی حمایتی داره، بازوهای حمایتیش همین آمران به معروف بودن، اونها رو میندازه به جون ما. چگونه؟ از دیوارهای خونه هاتون میتونن بالا برن، اگر پارتی مختلط دارین شما رو به راه راست هدایت بکنن با باتوم. آمران به معروف بازوهای حمایتی یک حکومت سرکوبگر این اجازه رو دارن که اگر کنسرتی در یک شهری برگزار میشه چیکار بکنن؟ برن و خواستار تعطیلی اون کنسرت بشن. آمران به معروف بازوهای حمایتی یک دستگاه امنیتی هست که با دو قطبی کردن جامعه 40 ساله که به دوام آورده. چرا؟ چون مردم علیه مردم و در بزنگاه‌های حساس یکی شل میگیره، یکی سفت میگیره، یکی شل میگیره. به همین راحتی 40 سال به ما یاد دادن که در ایام انتخابات این ماییم که جلوی گشت ارشاد رو میگیریم، بیایید به ما رأی بدید. ولی من اومدم با یک دوربین ساده، تنها چیزی که گفتم این بوده: منتظر نباشید روحانی، ظریف، ابتکار، مولاوردی حقمون رو بذارن توی سینی و بیارن به ما تقدیم بکنن. جامعه دو قطبی به نفع حکومتیه که با ساختن اصلاح طلب و اصولگرا من رو که جلوی شما ایستادم تونسته شخصی رو مغزی بکنه. منی که صدام الان بله، من فقط میخوام صادقانه این رو بگم که من در تمام، منی که صدام بلنده توی روستایی که خیلی از شماها میدونین همین که صدای بلند داشتن خوب نیست، دختر خوب بودن یعنی سربزیر بودن. این که من قبل از اینکه اون ازدواج رسمی صورت بگیره نامزد بودم، تو دوران نامزدی حامله شدم، این ننگ بود و من باید میجنگیدم تو به پدر و مادرم بگم پشتم بیستین. این که من از دبیرستان اخراج شدم لکه ننگ بود. این که از مجلس اخراج شدم باعث سربلندی نبود. این که زندانی سیاسی باشم باعث سربلندی نبود. من همیشه توی زندگیم انگار لکه ننگ بودم. این حکومت استفاده میکنه و در بزنگاهایی که نیاز داره میگه منم که میخوام در استودیومو برات باز کنم، منم که میخوام گشت ارشادو بردارم، منم که میخوام بهت آزادی رو صدقه بدم. ولی ما میگیم نه، ما آزادی رو کف خیابون پس میگیریم. حتی وای نمیستیم که برسه به نهادهای بین المللی. همونطور که در سخنرانی دوست نازنین من شنیدین، ما رو و حقوق بشر رو زیر روابط اقتصادی که دارن دفن بکنن. پس نه چشم به دولت‌های خارجی داریم، نه چشم به دولت اصلاح طلب و اصولگرا، چشممون به خود این زنانیه که با دوربین‌هاشون حقشون رو کف خیابون پس می‌گیرن. و اما کسانی که ما رو متهم به خشونت می‌کنند، ما تافته جدا بافته نیستیم. ما نمی‌تونیم بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس. نیست. خودمون رو فریب ندیم. از جنبش‌های مدنی جوامع دیگه یاد بگیریم. پیش از ما در جوامع دیگه چگونه با تبعیض نژادی جنگیدن، چگونه با نابرابری جنگیدن. در همین آمریکا وقتی کمپینی به اسم Black Lives Matter، یعنی زندگی سیاه‌پوستان هم ارزشمنده، راه افتاد، کسی نگفتش که سیاه‌پوستان نباید خشونتی که علیشون میشه رو علنی بکنن. چرا؟ چون جامعه رو دو قطبی میکنن، مردم رو علی مردم میکنن. نه، بدتر از این، آبروی آمریکا رو میبرن، وجهه آمریکا رو در جامعه دیگه خراب میکنن. این جمله براتون آشنا نیست؟ هر جایی که ما اومدیم خشونت علیه زنان رو علنی کردیم، گفتن دارید سیانمایی میکنید، آبروی ایران رو میبرید. اتفاقا هر کسی که خشونت رو علنی کرد برای ایران آبرو خریده. و به ما گفتن که وجهه ایران رو خراب میکنید. واقعا پیش خودمون کلاهمون رو قاضی بکنیم، وجهه ایران رو کی خراب میکنه؟ زنانی که خشونت پلیس رو علنی میکنن یا همین پلیسی که قانون بهش اجازه میده تو سرش بزنن؟ پس ما از جنبش مدنی و مسالمت آمیز زندگی سیاه‌پوستان ارزشمند است یاد گرفتیم که حتی خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان رو هم علنی کردن. جنبش دیگر همین روزها جنبش میتو،
زنان هنرپیشه، زنان سیاستمدار و حتی زنان عادی اومدن علنی کردن که مورد تعرض قرار گرفتن. شما برید و کلاهتون رو قاضی بکنید، زن ایرانی بگه به من تجاوز شده، به من تعرض جنسی شده، شما کی رو مقصر میدونید؟ حکومت 40 سال تک تک مردان رو شستشوی مغزی کرده که بگن کرم از خود درخته. نه، من کرم ندارم، سرم رو بالا میگیرم، دوربینم رو میبرم بالا، هر کی به من تعرض کرد منتظر قاضی نمیمونم از حقم دفاع بکنه، خودم از حقم دفاع میکنم. این صدای زن ایرانی. و ما از جنبش میتو از ما یاد گرفته، از زنان ایرانی یاد گرفته. زنی که توی اتوبوس وقتی مردی بهش تعرض و دست درازی میکنه، به جای اینکه سرش رو پایین بگیره و خودش و بدنش رو شرمسار تلقی بکنه، دوربینش رو بالا برده. و کسی هم که بهش تعرض میکنه توی خیابون میگه خب فیلم بگیر، میخوای چیکار کنیم؟ مگه چیکار میکنی؟ چند تا فالوور داری؟ میگه من فالوور ندارم، مسیح علی نژاد 4 میلیون فالوور داره، فیلم میفرستم برای مسیح علی نژاد. از همه فوشایی که به من دادین میگذرم و همین به من قدرت میده که یه دختر جوان توی ایران میگه من فیلمامو میفرستم، میلیون ها میبینن. میلیون ها نفر وقتی یک زن رو میبینن اون زن قدرت میگیره. جنبش میتو در ایران نمیتونه راه بیفته. چرا؟ چون که اگر برید در دستگاه قضایی، آنچنان که آقای خامنه ای ورود پیدا کرد، من چرا گفتم آقای خامنه ای؟ حالا خوب نگفتم مقام معظم رهبری، از بس تمام این سالها به ما گفتن. وقتی خامنه ای ورود پیدا میکنه به جنبش میتو، توی سخنرانیش که به انگلیسی هم زیرنویس میشه و پخش میشه، میگه زنان غربی میدونید چرا مورد تعرض قرار میگیرن؟ چون حجاب ندارن، چون اسلام رو نمیشناسن. وقتی آقای خامنه ای اخیراً هم اعلام کرده که اگر ما در برابر آمریکا کوتاه بیایم پس نوبت به حجاب میرسه، باید براتون روشن باشه پاشنه آشیل این حکومت زنه و حجاب و بدنش. جمهوری اسلامی 40 ساله که ایدئولوژیش رو بر بدن ما نوشته. و اگر کسی به شما میگه حالا چیه دنبال اتیکه حجابی یا مثلا چقدر موضوع زن مهمه، بذار اول جمهوری اسلامی بره بعد همه چی حل میشه، در برابرش بیستیم. جمهوری اسلامی، حکومت ایدئولوژیک، دیکتاتوری مذهبی هرگز نمیره مگر به دست زنان. زنانی که مثال دیگری که ما زنان ایرانی باید نگاه بکنیم به دنیا، در جنبش اتپور یوگسلاوی، مردم مبارز بعد از کتک خوردن از دست پلیس، از جای زخمهاشون، از جای کبودیهای بدنشون عکس میگرفتن، تبدیل به پوستر میکردن. و این پوسترهای بزرگ کجا میبردن؟ میبردن در خونه همون پلیس، در محله اون پلیس پخش می‌کردن. و فراتر از اون، پوسترهایی که از زخم و رنج روی بدنشون بوده رو می‌بردن توی مدرسه کودکان حتی اون پلیس. که من نمیگم، توصیه نمی‌کنم ما این کار رو بکنیم، اما دلیل این کار چه بود؟ شرمسار کردن پلیس در برابر وجدان جامعه، برای بهبود عدالت اجتماعی. این نیاز جامعه امروز ایرانه که اگر پلیسی کتک میزنه، اگر آمر به معروفی زور میگه، عکسش رو باید زد به سردر تمام اون جایی که زندگی میکنه. چون ما تافته جدا بافته نیستیم. در نیویورک شما توی متروها میبینید که عکس مردهایی رو زدن، میگن اینا آزارگر جنسی هن. چرا؟ چون اگر کودک نوجوانی داره میره مدرسه، دختر نوجوانی داره مدرسه میره، این چهره رو دید، بدونه که باید از خودش محافظت بکنه. اما در ایران ما زنی از یک روحانی که در خیابان به او تعرض جنسی کرده فیلم گرفته، عزیزی که رنج زندان رو کشیده، رنج دوران رو کشیده، نقد کرده به انتشار این فیلم، گفت این روحانی کودک و فرزندی داره که خجالت میکشن. همه ی حرف من اینه، خجالت رو باید کسی بکشه که خشونت کرده. فراموش نکنیم زنان ایرانی رسانه ندارن، اما سربلندن، چون دارن تغییر ایجاد میکنن. من اسم اون زنان رو در کنار اتفاق خانم سرشار میخوام بگم، تشریف بیارید بالا. زنان ایرانی که الگوشون کسانی هستن که در برابر خشونت مذهبی، خشونت جامعه مردسالار، خشونت
دولت و حکومت ایدئولوژیک سکوت نکردن. سبا کردفشاری 20 ساله، اما به او 24 سال حکم زندان دادن، بیشتر از سنش. چرا؟ چون در برابر حکومتی که به او زور گفت ایستاد کنار مردم، صدای بی صدایان شد، به حجاب اجباری اعتراض کرد. یاسمن آریانی 23 ساله به 16 سال زندان محکوم شد. مادرش پرچمش رو بالا برد، منیره عربشایی، او هم به 16 سال زندان محکوم شد. مژگان کشاورز، نسرین ستوده، نرگس محمدی، سارا امجد، آتنا دائمی، متین امیری، رها احمدی، مریم امیری، و این لیست درازه. هر کدوم شما که اینجا نشستید باید صداش باشید. اما رعنا منصور صدای آواز زنان ایرانی خواهد بود امشب. بغض فرو خفته زنانی که حتی صدای آواز هم براشون ممنوعه. من سخنرانیمو تموم میکنم و دعوت میکنم از رعنا منصور که بیاد و برامون آواز بخونه. خانم سرشارکت میتونه سوال کنه. نمیبینه نوری چشم توی این اتاقی که سر تا سرش آجره، همیشه لبامو به هم دوختن، گلوم از یه فریاد کهنه پره، دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم. تا کی باید این عشق ممنوع شه به این جرم که من مرد نیستم زنم؟ اونایی که دیوارو چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام، ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام، چشاشونو بستن همیشه بروم، میترسیدن از این که من دیدشم. صدا حبس شد توی سینم ولی همیشه میخواستم شنیده بشم. هزار بار شکست خوردم اما هنوز می جنگم با هر چی که صدم بشه، می خوام پایین آرزو وایسم تا روی زمین و زمان کم بشه. می دونم یه روزی همه آجرا میریزن با فریاد این هنجره، میخونم من اینقدر تا سبز شه رو دیوار این خونه پنجره. اونایی که دیوارو چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام، ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام، چشاشونو بستن همیشه بروم، میترسیدن از این که من دیدشم. صدا حبس شد توی سینم ولی همیشه میخواستم شنیده بشم. مرسی. Thank you. We'll be right back.
جنس شیشم، قوی تر از همیشم، نبین نحیف ساقه هام، درخت کهنه ریشم، همیشه بوده باورم که با تو من برابرم. اگه قوی بازوهات به جاش منم یه مادرم، نقاب و پاره می کنم، خیال چاره می کنم، شب سیاه دامنم، هوا منم، صدای